با درود به بینندگان عزیز تلویزیون برابری، آرش کمانگر هستم. امیدوارم هر جا هستید شاد و تندرست باشید. نوروز و بهار خجسته و سال نو خورشیدی رو به همه شما مجددا شاد باش میگیم. امیدواریم که سال جدید سالی سرشار از سلامتی، صلح، آزادی و برابری باشه و در واقع تشدید مبارزه برای آزادی و برابری و صلح در ایران و سراسر جهان باشه. بر رو انسان به آرزوهای نیک زنده است، هرچند میدونیم در سراسر جهان رسیدن به این آرزوها با چه موانع و دشواری‌های عظیمی روبرو است. خب ما ادامه میدیم سلسله میزگردهایی رو که تحت عنوان کدام سوسیالیسم کدام خانش برای شما تعریف دیدیم. این میزگرد دوم هست. در این میزگرد ما سه مهمان عزیز داریم: مینا زرین، فعال مستقل چپ و فعال جنبش زنان و جنبش دادخواهی، حسن بهزاد از فعالین سازمان فدایان اقلیت و ناصر پیشرو از فعالین هستی اقلیت. من به هر سه عزیز خوش آمد میگم. ابتدا از رفیق مینا شروع میکنم. رفیق مینا، شما اگه بخواید خانش هایی رو که به دست داده شده، به ویژه از زمانی که نظام سرمایه‌داری شکل گرفت، می‌گیم از زمانی که نظام سرمایه‌داری شکل گرفت و دو طبقه اصلی بورژوازی و پرولتاریا، طبقه کارگر و سرمایه‌دار شکل گرفته، شاهد جنبش‌های کارگری و مبارزه طبقاتی و اینا بودیم. از بطن این مبارزه طبقاتی، یعنی مبارزه کارگران علیه نابرابری‌های طبقاتی نهادی می‌شده در نظام سرمایه‌داری، شامل پاسخ‌ها، گفتمان‌ها و بدیهایی بودیم که دنبال راه حل بودن برای پاسخگویی به معضلات که خب جنبش کمونیستی، جنبش سوسیالیستی از بطن جنبش کارگری بیرون اومد. منتها از همون ابتدا همچون ایدولوژی سرمایه‌داری، ایدولوژی بورژوایی که درش خانش‌ها، گفتمان‌ها، به اصطلاح احزاب مختلف، استراتژی‌های مختلف رو درش شاهد هستیم که گاهی به شکل وحشیانه هم به جان هم می‌افتن. نمونه‌اش همین جنگ اوکراین هست که دو تا دولت سرمایه‌داری به جان هم افتادن و برای بشریت فاجعه آفریدن. در درون افراد یا گرایشات معتقد به سوسیالیسم هم خانش ها و بدیل ها و گفتمان های مختلفی وجود داره. شما قبل از این که در مرحله دوم بگید که خودتون به چه نوع از سوسیالیسم و کمونیسم باور دارید و مختصات و مشخصاتش چیه، اگه بخواید این خانش های مختلف درون سوسیالیسم رو دستبندی بکنید، روی چه نکاتی میتونید انگشت بزنید؟ با سلام به شما رفیق آرش، رفیق ناصر پیشرو و رفیق حسن بهزاد. ضمن تبریک به شما رفقا، سال جدید رو به شما و بینندگان رادیو برابری، تلویزیون برابری تبریک میگم. بهاران خجسته بود. من در رابطه با خانش و بدیل هایی که توی قرن 19 در دوران مارکس وجود داشتن، در واقع یکی از مهمترین خانش ها یا بدیل هایی که ایجاد شد در واقع کمون پاریس بود که جایگاه مهمی از نظر تاریخی طبقاتی در جنبش سوسیالیستی جهانی داره که من در آخرش در واقع به این میرسم که بایستی ما از این نکات در واقع انقلابی خود کمون پاریس رو بتونیم استفاده بکنیم، از تجربیاتش و از ضعف‌ها و قوتش. ولی چیزی که توی قرن 19 در واقع مارکس توی مانیفست اونها رو به تصویر میکشونه، در واقع چند تا سوسیالیسم هستن که سوسیالیسم ارتجاعی، سوسیالیسم خرده بورژوایی، سوسیالیسم آلمانی، سوسیالیسم حقیقی، سوسیالیسم محافظه‌کار یا بورژوایی، سوسیالیسم و کمونیسم انتقادی، که اینها همه اینها رو در مانیفست در واقع خیلی خوب و عالی توضیح میده که در واقع این
سوسیالیستای بورژوا فقط میخوان که حیات جامعه رو در واقع حفظ کنن و مارکس اشاره میکنه که آزادی بازرگانی و حمایت گمرکی رو به سود و نفع طبقه خودشون میخوان و فقط تنها در واقع چیز نگاه مارکس هستش و تنها سلول انفرادی رو برای طبقه کارگر میخوان. یا اینکه در رابطه با سوسیالیسم انتقادی یا تخیلی در واقع طبقه کارگر رو به شکل دردمندترین و بدبختترین آحاد اون جامعه در نظر میگیرن و برای خود پرولتاریا در واقع هیچ گونه فعالیت مستقل تاریخی و یا هیچ گونه جنبش سیاسی خاصی رو قائل نمیشن. ما میایم توی قرن 20 که در واقع کارگران و زحمتکشان، ما یک تجربه بسیار خوبی رو در قرن 20 به دست میگیریم. دو تا در واقع دو انقلاب 1905-07 و در نهایت در واقع با شعار در واقع همه قدرت به دست شوراها در انقلاب در اکتبر 1917 رژیم ارتجایی تزاری که یک رژیم سرمایه‌داری بود رو در واقع نابود میکنن. در واقع این سرمایه‌داری در اون دوره سرنگون میشه و اونها قدرت سیاسی رو میگیرن، ولی در قرن 20 در واقع ما یه سری خوانش‌های مختلف از سوسیالیسم داریم که اینا به صورت عملی در واقع مادیت پیدا کردن. استالینیسم، ماویسم، ترتوسکیسم، انور خوجه در آلبانی و شکل‌های مختلفی که تیتوئیسم که اینم خیلی مهمه و کره شمالی. اینا رو من خب اینا رو خیلی از اینها رو ما میدونیم که این خوانش‌ها در واقع دوره بوده، دوره الان به شکل‌های مختلفش تغییر پیدا کرده و این خوانش‌ها که چیزایی که از استالینیسم مطرح کردم در واقع هیچ قرابتی و هیچ نسبتی با سوسیالیسم از نگاه مارکس رو نداره و تنها در لباس سوسیالیسم اهداف و سیاست‌های در واقع سیستم سرمایه‌داری رو پیش می‌برن. ما یعنی یکی از مهمترین مسئله که استالینیسم هست که و ما باید اون رو واقعاً بتونیم از ریشه بررسیش کنیم، از نظر من یا از نظر تمام جنبش چپ، حالا به یک نوع بسیاریش، بعد از شکست انقلاب از 1924 در واقع استالینیسم با تحریف مکان تاریخی سوسیالیسمی که اونجا میگه این دیگه کمپلت اینجا سوسیالیسم هست و اون رو دوران گذار از سرمایه‌داری به سوسیالیسم میدونه. تز سوسیالیسم در یک کشور و در پی اون عظمت طلبی روسیه که در اون استالینیسم حاکم میشه و تا سالهای تا یلسیم هم میاد، در واقع حزب به جای شوراها حاکم میشه. اون چیزی که ما در 1917 در واقع میدونیم یا میدونیم که میگه که تمام قدرت به دست شوراها و کمیته مرکزی و دفتر سیاسی حزب در واقع جانشین و تصمیم گیرنده میشن که این سرمایه‌داری دولتی رو در عمل مادیت پیدا میکنن به جای مارکس، به جای سوسیالیسم. و چیزی که متاسفانه در واقع در دوران جنگ جهانی دوم استالینیسم حاکم میکنه، دستاوردهایی که مونده بود بعد از 1924 یا قبل از اون، در واقع بعد از 1917، در واقع اونها رو تماما در واقع داغون میکنه، ملحن میکنه و سوسیالیسم رو قربانی ناسیونالیسم میکنه در جنگ جهانی دوم و ما بعد از اون تمامی این کشورگشایی ها ورشو و چیزی که حال در واقع در این روسیه و سرمایه‌داری اولیگارشی و سرمایه‌داری در اوکراین می‌بینیم، در واقع یکی از نمادها و یا اون خوانش‌هایی که استالینیسم بر اساس اون شکل‌های ناسیونالیسم ایجاد می‌کنه. ممنون. اگر می‌خواید جملتون رو تکمیل کنید. من فقط خواستم این رو بگم که در اقتصاد بازار آزاد، در واقع سوسیالی بازار آزاد سرمایه‌داری در چین که به نام سوسیالیسم هستش،
این هم بعد از 170 سال در واقع بعد از انتشار مانیفست کمونیست در واقع ما میبینیم که یک نوع سوسیالیسم بورژوایی رو میذارن که سرود انترناسیونال رو پخش میکنن، کنگره میذارن و به اسم پرچم سرخ در واقع میدن. اینها هیچ کدوم از اون سوسیالیسمی که ما بهش فکر میکنیم اونا نیست، بلکه سوسیالیسم بورژوایی که مارکس در مانیفست اشاره کرده بود. من تمام. خیلی ممنون. خب رفیق حسن بهزاد، من دیگه برای صدر جوید وقت پرسش رو تکرار نمیکنم، پاسخ شما رو میشه. خب با درود به شما و رفقا مینا و ناصر و بینندگان تلویزیون برابری، من به نوبه خودم سال نو و بهار رو تبریک میگم به تمام رفقا و بینندگانتون و از در واقع نکته‌ای که رفیق مینا پایان برد من شروع میکنم، چون به هر حال تو بحثایی که ما میکنیم یه سری نقطه نظراتی که مطرح میشه مشترکه، باید اون برجستگی‌های خاصی که توی بحث‌های هر کدوم از ما هست اونا رو بیشتر در واقع روشن بکنیم که ببینیم تفاوت‌ها کجاست، نقاط اشتراک کجاست و غیره. من سوال شما رو اینجوری متوجه میشم که سوسیالیسم مثل هر نظریه اجتماعی دیگه خانش های مختلف داره، برداشت های مختلف داره و غیره. این خانش ها و برداشت ها با زمان تغییر کرده و دو تا عامل رو من میخوام تو این مسئله در نظر بگیریم و این مهم هستش. سوسیالیسم به عنوان یک نظر، به عنوان یک تئوری در نزد احزاب و سازمان ها و گروه های سیاسی، این یک. دو، سوسیالیسمی که توی طبقات و توی جامعه رایجه، به خصوص توی طبقه کارگر. بنابراین به دو صورت ما مواجه میشیم، چون زمانی که درسته که احزاب و سازمان هایی که خودشونو پیرو در واقع سوسیالیسم میدونن و خواهان این جامعه هستن در ارتباط با طبقه کارگر و طبقه کارگر این موضوع رو مطرح میکنن، ولی تا اونجایی که در واقع به عنوان یک حزب هستن و چارچوبای مشخص حزبی و سازمانی دارن، اینها میتونه در یک دوران خاصی نظریاتشون تغییر بکنه. ما در طول تاریخ دیدیم مرتب احزاب و سازمان ها نظریاتشون تغییر کرده و حتی برداشتشون از سوسیالیسم متفاوت شده و چیز عجیب غریبی هم نیست، مثل هر نظریه دیگه تکامل پیدا میکنه، کسانی به یک نظریه گرایش پیدا میکنن، بعد از یک مدتی ممکنه تجدید نظر بکنن و ممکنه بذارن کنار اون نظر و نظریه دیگه بپذیرن. من اون چه که برام مهمه، همونجور که رفیق مینا هم گفت و غیره، توی مانیفست 8 سوسیالیست تا اونجا که یادم هست مارکس اشاره کرده. در واقع من فکر میکنم چندین نوع از این سوسیالیسم ها دیگه در واقع وجود خارجی نداره و میتونیم بذاریم کنار. خانش ها و گرایشاتی که توی احزاب سازمان ها هست، شما تصور بکنید از خود ایران گرفته احزاب و سازمان های متعدد تا جهان به اصطلاح وسیعی که ما درش هستیم، انواع احزاب و سازمان ها هستن که اگر بخوایم در واقع بریم از هر کدوم بپرسیم که سوسیالیسم چی هست و شما سوسیالیسم رو چی می‌بینی، با مثنوی 70 من ما مواجه میشیم. من به دلیل این موضوع سعی میکنم رو اون چیزایی که برای من اهمیت داره یا لاغر برای ما مهم هستش، رو اون خانشا و گرایشات یا اون آلترناتیف هایی که مطرح هستن و به خصوص در جامعه وجود دارن و طبقه کارگر بهش عکس العمل نشون میده، به اونا متوجه هستم. بلا میدونم که گرایشات و خانش هایی هستن و من بهشون نمیپردازم، این به اون معنا نیست که من اونا رو ندیده میگیرم.
من میخوام روی مهمترینشون تمرکز کنم. من فکر کنم یک سوسیالیست های تخیلی هستن که قبل از مارکس هستن، در واقع خانش و یک جامعه اوتوپیایی از به اصطلاح برابری، از یک جامعه که درش ظلم و ستم و استثمار اینا نباشه دارن، ولی با توجه به اون زمان که هنوز در واقع طبقه کارگر و جوامع آمادگی نداشتن، سوسیالیسم هنوز بر مبنای به اصطلاح پایه‌های علمی در واقع تعریف نشده بود، از اسمش هم پیداست بیشتر تخیلی بود. من اینو به این دلیل میگم که الان هم در قرن 21 هم ما با نوعی سوسیالیسم تخیلی روبرو هستیم، با نوعی کاملا متفاوت از اون سوسیالیسم تخیلی. اینو با دو جمله سعی میکنم اشاره بکنم. نظریه هم توی جامعه، هم توی طبقه کارگر و هم احزاب و سازمان‌هایی هستن، فکر میکنن که با اینکه صرفا در سطح جامعه یک اکثریتی از یک جامعه بگن ما سوسیالیسم میخوایم و در واقع مخالف استثمار و ستم و ستم طبقاتی باشن، در واقع این طرفدار سوسیالیسم هستن. من مشخصات این سوسیالیسم تخیلی را الان بهش نمی‌پردازم، شاید در نوبت‌های بعدی. ما مهمترین چیزی که از لحاظ من سعی کنم تکیه روش بکنم سوسیال رفورمیسته. دقت بکنیم از زمان خود مارکس، اواخر قرن 19، قرن 20 و به ویژه در اروپا ما با یک سوسیالیسم که از اتفاق توی طبقه کارگر هم و سوسیالیسمیه که از درون طبقه کارگر شکل گرفته، بیرون اومده و توی جوامع مختلف پیاده کرده و یک پشتوانه تئوریک و عملی داره. و اون چیه؟ در واقع سوسیال دموکراسی اروپایی هستش. در واقع دولت‌های رفاه خودشون تحت عنوان سوسیالیسم، یعنی احزاب سوسیال دموکرات، سرمایه‌داری نفت نکردن و با توجه به اینکه یک سری رفورمایی تو جامعه ایجاد کردن حتی به نفع طبقه کارگر، اون رو سوسیالیسم اعلام میکنه. من فکر میکنم این سوسیالیستی هست که باید همواره طبقه کارگر و گرایشات طبقاتی کارگری درون طبقه کارگر نسبت به این سوسیالیسم خیلی ممنون دقیق باشن. بله من دو جمله دیگه میگم و تمام میکنم. این یه نوع سوسیالیسم. یک سوسیالیسم دیگه هست که متعلق به طبقه کارگره، استثمار را نفش میکنه، مالکیت خصوصی را نفش میکنه، کار مزدی را نفش میکنه و عقیده رهایی طبقه کارگر و در نهایت جامعه توسط خود طبقه کارگر انجام میکنه. سوسیالیسم دیگه هم هست که از بالا توسط احزاب و توجه به تجربیات در واقع سوسیالیست در قرن بیستم، سوسیالیسمی که هست که احزاب به نمایندگی از طرف طبقه کارگر سعی میکنن در جامعه پیاده میکنن. این گرایشات کلی هست که من در واقع بهش اشاره میکنم. این که کدوم گرایش ما دنبال میکنیم در نوبت بعد. خیلی ممنون. خب رفیق ناصر، پاسخ شما رو هم به همین پرسش میشنم. منم سلام میگم به همه رفقا و همچنین سال نو رو تبریک میگم به شما و بینندگان محترم تلویزیون برابری. ببینید از منظر تاریخی ما تجربه های اجتماعی متفاوتی داشتیم که من سعی میکنم تو سه گرایش دستبندیش کنم. یک گرایشی که همون سوسیال دموکراسی هست که رفیعمون حتما بهش اشاره کرد، تجربه تاریخی نشون میده که این گرایش از طریق رفورم هایی در جامعه سرمایه‌داری و سود تو ساختار دولت سرمایه‌داری انتظار داشت که اون به اصطلاح سوسیالیسم موعودش به تحقق برسه و دیدیم که اینطور نشد و بعداً خود این گرایش توی ساختار ادغام شد از نظر تاریخ. گرایش دیگه سوسیالیسم بوروکراتیکه که از دوران قبل از مارکس هم بوده، بابوف، یک نوعی بلانکیز، بعد
استالینیزم یا ماویزم یا اشکال دیگه که تا به حال تجربه شده یا سوسیالیسم های از بالا همونطور که گفته شد، اینها گروه بندی ها و گرایشاتی بودند که با تصرف قدرت توسط احزاب چپ انتظار داشتند که سوسیالیسم خودشون رو به اصطلاح متحقق بکنن. این دو گرایش از نظر تجربه تاریخی جفتشون شکست خوردن و ما شاهد آثاری که گذاشتن تو جنبش چپ بودیم. اگر سوسیال دموکراسی تو سرمایه داری ادغام شد و حتی خودش پیش برنده سیاست های نو لیبرالی تو دوران امروز هست، سوسیالیسم بروکراتیزم هم با فروریزی جوامع نو شوروی عملا به کنار رفته، با وجودی که درک‌های مختلف از این هنوز موجود. اون چیزی که خیلی درخشان بوده و تو این به اصطلاح دو تا گرایش پنهان مونده و باید دو مرتبه به صحنه اجتماع برگرده، اون درک مارکسی از سوسیالیسمه که نمودش رو توی کمون پاریس میبینیم، نمودش رو تو انقلاب اکتبر میبینیم. اگر کمون پاریس شکل سیاسی رهایی اجتماعی بود، انقلاب اکتبر تو تداوم انقلاب فرانسه که شعار آزادی و برابری رو میداد، تو عرصه اقتصادم تهاجمی به حرکت سرمایه آغاز کرد، به مناسبات سرمایه داری آغاز کرد. متاسفانه در به علت مختلفی که الان جاش نیست که بخوایم از جوان گوناگونی بشکافیم، در نیمه دوم قرن بیستم از اون مسیر و ریلش خارج شد و به عنوان یک سوسیالیسم از بالا، یک گروه معینی که میره قدرت سیاسی میگیره و سرانجامش این میشه که تکنوکرات ها و بوروکرات ها در بهترین شکل قدرت سیاسی رو در دست دارن. به جای نقد جامعه بورژوایی و دموکراسی بورژوایی و فراتر رفتن از اون، اساسا احزاب، آزادی احزاب و اجتماعات و آزادی بیان ممنوع میشه و اون شواهدی رو ما تجربه میکنیم که به طور عینی در فروریزی جوامع نو شوروی نمودهاشو ما در کشورهای مختلف دیدیم. یعنی به نظر من بازگشت به مارکس و همون تجربه های درخشان انقلاب اکتبر و کمون پاریس تجربه های مهمی هست که میتونه سنگ بنای درک امروزین ما از مفهوم سوسیالیسم باشه. خب ما تو مرحله اول، خب همه رفقا توضیح دادید، همچنان که در خود طرفداران نظام سرمایه‌داری ما شاخه های مختلفی داریم، از سلطنت طلب داریم تا جمهوری خواه، سلطنت مطلقه تا مشروطه، جمهوری خواه استبدادی و فاشیستی گرفته تا جمهوری خواه به اصطلاح پارلمانی و ریاستی، نئوفاشیست داریم، محافظه‌کار داریم، فرض بگیر لیبرال داریم، سوسیال دموکرات داریم. من سوسیال دموکرات ها مثلا یه زمانی دایی ایجاد سوسیالیسم تدریجی رو داشتن از طریق پارلمانی، ولی بسیاری از اونها، یعنی تقریبا همشون دیگه گذاشتن کنار، یعنی اصلا دیگه اعتقاد به عبور از سرمایه‌داری و اینکه مالکیت اجتماعی رو برقرار کنن، اگر یه زمانی هم به عنوان دکور در برنامه و اساسنامه‌هاشون وجود داشت، اونها رو حذف کردن. بنابراین اونها رو باید بیشتر جنای چپ بورژوازی دونست، چون حامی نظام سرمایه‌داری. بنابراین در میان حامیان ایدئولوژی بورژوایی خوانش‌های مختلفی وجود داره، طبیعیه که در میان طرفداران بدیل سوسیالیستی هم خوانش‌های مختلف وجود داشته باشه. همین رو تو در میان ادیان هم می‌بینید، یعنی شما حساب برس همه حامیان اسلام یک کتاب مقدس دارن، قرآن، ولی صدها شاخه و فرقه و مذهب دارن که گاهی هم به شکل آنتاگونیستی و خونونی هم به جان هم می‌افتن. همین در مورد مسیحیان هم صدق می‌کنه. بنابراین این چیز طبیعی سوسیالیسم مثل هر گفتمان و بدیل دیگری دارای خوانش‌های مختلفی باشه و اینا. ولی سوال اکنون اینه که کدام روایت و خوانش از سوسیالیسم رو شما قبول دارید و اون چیزی که قبول دارید مختصات و مشخصاتش
در عرصه های هم سیاسی، هم حکومتی، هم اقتصادی، هم اجتماعی چیه؟ رفیق مینا پاسخ شما را میشه. من درک و برداشت من بر اساس درک و برداشت مارکس از سوسیالیسم هست که من میتونم اینجوری خلاصه بکنم که میگه که سوسیالیسم یا کمونیسم چیزی نیست جز تغییر وضع موجود. یک چیزی رو در یه نقل قولی از کتاب ایدولوژی آلمانی میارم و اونو به آریت میگیرم که میگه که برای ما کمونیسم یک حالت از امور نیست که باید استقرار یابد. من اینجوری برداشتم، حالا بستگی به این داره که رفقای دیگه هم چی فکر کنن، که این در واقع این چیزی که ما از سوسیالیست داریم و یا این تغییر وضع موجود یه پاکت نیست که ما اینو برداریم و یا آرمان نیستش که این واقعیت یه اون واقعیت مشخص در واقع مجبور باشه که با اون منطبق بکنه. در واقع سوسیالیسم رو بایستی به این شکل به دست بیاریم که در یک جنگ طبقاتی و یک پراکتیک انسانی که توی اون شرایط مشخص میشه که چه چیزهایی هست. چون از الان مثلا من نمیدونم که چه چیزهایی رو میتونه تو اون مسیر اتفاق بیفته. مثلا ما میدونیم که در 1917 در واقع وقتی که قدرت به دست شوراها میشه و لنین در واقع اون سازماندهی یا اون پراکتیک اون مسئله رو به دست میگیره، به بهترین شکلش میتونن اون انقلاب رو به پیروزی برسونن. در واقع این یک نبرد طبقاتی، جنگ طبقاتیه که میان اردوی کار و سرمایه صورت میگیره و توی اردوی کار، توی پراکتیک اجتماعی در واقع بایستی بتونه یک انقلاب کارگری رو برای تسخیر قدرت سیاسی به وجود بیاره. توی این تسخیر قدرت سیاسی هم در واقع در هم شکستن ماشین دولتی، بوروکراتیک و مناسبات نظامی هستش که تو اون شرایط ایجاد میشه و برای گذار، یعنی چیزی که هستش، ما بدون دولت کارگری ما نمیتونیم به سوسیالیسم بریم، چون سوسیالیسم از امروز به فردا نمیتونه برقرار بشه و توی دولت کارگری که شکل حکومتیش در واقع شورایی هستش، ما در اونجا در واقع شورا حاکم هست، ما الگوهای مختلفی داریم، یکیش 1917 است، یکیش کمون پاریس هست که این دوتا در واقع در جای خودش پیروزیایی داشتن، چند سال و چند روز در واقع اینا تونستن حکومت کنن. من فکر میکنم در درون اون سوسیالیسمی که ما بهش فکر میکنیم یا جنبش چپ، من کلاً با اختلافات ریز و درشت زیاد، یعنی با خیلی از جنبش چپ و جنبش کمونیستی رادیکال در واقع هماهنگی دارن و این سوسیالیسم در درون خودش دموکراسی داره و چیزی که در واقع مارکس هم مطرح میکنه که آره در دموکراسی بورژوایی هر چند سال یک بار ملت مردم میان و رأی میدن، در صورتی که در اون سوسیالیسمی که ما مطرح میکنیم در واقع یا اون دموکراسی که ما بهش اعتقاد داریم، حق تعیین سرنوشت، تصمیم گیری در تمامی حوزه ها که حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و الی غیره است. یعنی در دموکراسی بورژوایی یا در دنیای بورژوایی شما میبینید که در اقتصاد در واقع نقش ندارن مردم، طبقه کارگر نقش نداره و الی غیره. و چیزی رو که برای خودم خیلی اهمیت داشت و سرش واقعا در رابطه با همین سوالات هم فکر کردم که ما اگر دولت کارگری یا انقلاب کارگری نتونه ماشین دولتی و بروکراتیک و نظامی سرمایه‌داری رو سرنگون کنه و از بین ببره، این یک قیام و یا انقلاب نخواهد بود. همونطوری که در واقع ما در قیام یا انقلاب 57 ما میبینیم که فقط شکل حکومت عوض میشه، سرمایداری سلطنتی به سرمایداری در واقع رژیم اسلامی تبدیل میشه، ارتش سر جاشه، ماشین دولتی در واقع بوروکراتیک و تمام اون نظم و نظام در اون شکل سیاسی و اقتصادیش حاکم میشه، یعنی هست و فقط
صورت ها عوض میشه. من یه نکته بسیار مهمی رو در رابطه با انقلاب کارگری و تسخیر قدرت سیاسی در نظر دارم که ما بایستی اول ما باید انقلاب کارگری داشته باشیم که در این انقلاب کارگری این یک دولت ایجاد میشه، در واقع دولت کارگری ولی با شکل حکومتی شوراها، همون جوری که ما گفتیم که قدرت به دست شوراها. این شوراها بسیار مهمه و نقشی که من فکر میکنم باید جنبش چپ کمونیستی ایران و جهان به مسئله شورا بده و کمتر ما رو این مسئله هم منبع داریم هم رو اون پرداختیم مسئله شوراهاست. و اینکه این تازه آغاز کاره برای اینکه ما بتونیم که بریم برای انقلاب جهانی. انقلاب جهانی اینجوری نیست که ما بگیم که مثلا در همه یک جا از یک امروز، بلکه 1917 در واقع یک انقلاب شوراها در شوروی انجام میشه. ما در همزمان 1918 در واقع در آلمان ما انقلابی رو میبینیم که همون چیزی که رفقا مطرح کردن که سوسیال دموکرات ها در واقع خائن ترین در واقع نوعی از اون سوسیالیسم بودن که حاکم میشن و با سرمایه‌داری اون شرایط در واقع همکاری میکنن و اونو به شکست میکشونن. یعنی اگر ما انقلاب 1918 رو در آلمان داشتیم، در واقع شاید الان ما صورت دیگه ای از جهان رو واقعا تجربه میکردیم که متاسفانه نداریم. بس در اون حکومت شورایی که مطرح میکنیم و دولت کارگری، تازه ما شروع میکنیم از گذار از سرمایه‌داری به طرف سوسیالیسم و در اون سوسیالیسم در واقع پول نیست، بانک نیست، در واقع توی اون سوسیالیسم در واقع لغو مالکیت خصوصی هست، لغو کار مزدیه که در همون برنامه قبلی هم من گوش کردم در واقع نمیگن کار مزدی، در واقع ما باید اینو مشخص کنیم که چون بعد از دولت کارگری ما کار مزدی داریم، دستمزد داریم، طبقات لغو نشده و در دوران گذاری که از خود سرمایه‌داری به سوسیالیست داره میرسیم و دولت کارگری انجام شده، قیام و انقلاب انجام شده، در واقع ما تولید کالایی و رابطه کالا و پول و همه این دیوان سالاری دولتی که بر سرمایه‌داری هست و لایه‌های از سرمایه‌داری در توی دولت کارگری وجود هنوز وجود داره، بایستی اینها منحل بشه تا بتونیم به سوسیالیسم برسونیم. میدونم بسیار سخته، چون من خودم واقعا آدم وقتی که فکر میکنه، ولی میدونیم که 150 سال قبل حتی یکم بیشتر در کمون پاریس اتفاق افتاده و در 1917 در خود دولت کارگری در واقع قدرت به دست شوراها در واقع اتفاق افتاده و ما میتونیم این سوسیالیسم رو بخوایم و یعنی سازماندهیش بکنیم، البته از پایین. خیلی ممنون. بعدا من تو دوره آخر از شما میپرسم که در این سوسیالیسم مورد نظر شما آزادی‌های فردی و اجتماعی سیاسی چه جایگاهی داره نداره، حکم اعدام، نحوه اداری جامعه، حاکمیت، اینا رو بیشتر میتونید توضیح بدید. رفیق حسن، پاسخ شما رو هم میشنویم. اون سوسیالیسمی که شما و یا سازمان شما بهش اعتقاد داره چه مشخصات و مختصاتی داره در تمام زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی؟ بله، من خیلی کوتاه یه مقدمه میگم، چون بدون این فکر میکنم به سوالا پاسخ دادن یه کمی در ابهام فرو میره. ببینید، من کلن طرفدار سوسیالیسم هستم و به این صورت میکنم طرفدار سوسیالیسمم، چون اینا باید توضیح بدم که اصلا ما چرا میخواییم سوسیالیسم بیاد، چرا ما طرفدار سوسیالیسم هستیم. مسئله اینه که جوامع امروز، جوامع بشری تو دوران کنونی، ما تو عرصه‌های مختلف و جای دیگه نیست که با فجایع و مصائب به اصطلاح مختلفی روبرو نشیم. بنابراین وقتی میگیم که جوامع طبقاتی هزاران سال هست که
به فرودستان جامعه ستم میکنه، استثمار میکنه، از قبل اونا کسانی در بالای جامعه فربه میشن و بقیه رو استثمار میکنن، تحت ستم قرار میدن و این مسائل رو میخوایم در واقع از بنیان عوض بشه. بنابراین سوال پیش میاد که چه جامعه ما خواهانش هستیم؟ اون جامعه ای که ما میخوایم این مشخصات نباشه، یعنی استثمار نباشه، ستم نباشه، تبعیضات مختلف نباشه، نابرابری نباشه و این مسائل در واقع از جامعه رخت برکنه، این جامعه را ما میگیم سوسیالیست. درست؟ حالا من میخوام یک اشاره بکنم، شاید رفارش برای شما چیز باشه. من سوسیالیسمی که ما معتقد هستیم بدون روند قبلیش، یعنی روندی که از یک انقلاب اجتماعی پرولتاریایی شروع میشه، سوسیالیسم ما بلا فاصله با یه انقلاب اجتماعی پرولتاریایی تعریف میشه. یعنی تو اون سوال اول که من اشاره کردم دقت بکنی، سوسیال دموکراسی بعد از مارکس و بعد از انترنسیونال در واقع اول با سران در واقع رویزیونیست انترنسیونال دوم وارد یک فازی شد که تو شما هم توی بحثتون تو مقدمه که گفتین اشاره بش کردین، که گفتن وضعیت طبقه کارگر مرتباً با مسائلی به نفع طبقه کارگر به صورت تدریجی و با توجه به اینکه آگاهی میره در اون طبقه کارگر میاد بالا و بنابراین اولین ترین چیزی که تجدید نظر کردن راجع به جوامع سرمایه‌داری و بنیان به اصطلاح تئوری سوسیالیستی نفی انقلاب اجتماعی بوده. سوسیالیسم رو رد نکردم، دقت بکنید، انقلاب اجتماعی رد کردم. من طرفدار اون نظریه هستم که عقیده دارم اگر نظام عالی تری بر بنیان نظام نابرابر باید شکل بگیره، از درون یک دگرگونی و یک تحول بسیار بنیانی باید شکل بگیره و این تحول و این دگرگونی یک انقلاب اجتماعی باید باشه که طبقه کارگری که اکثریت جامعه رو داره باید به اصطلاح پیش آهنگ این باشه و این طبقه هست. در ضمن ما زمانی که طرفدار سوسیالیسم هستیم به یک مختصات به یک مسائل دیگه هم معتقد هستیم، عقیده داریم جامعه طبقاتی است و جامعه سرمایه‌داری طبقه‌ای داره برش حاکمیت میکنه که اقتصاد سیاسی، اجتماع و سیاست رو برنامه ریزی میکنه و دیکته میکنه، حالا چه به شکل پارلمانی چه به شکل دیکتاتوری تو خیلی از جوامع. بنیان این جامعه بر اساس مالکیت خصوصی بر وسایل تولید و مالکیت شکل گرفته و از قبل استثمار یک طبقه وسیع در جامعه سود سر میره تو جیب یک طبقه دیگه. فکر میکنم اون انقلاب اجتماعی که انجام بگیره و سوسیالیسمی که ما طرفدارش هستیم که باید مشخصات خاصی داشته باشه، این مشخصات چیه؟ مشخصات این هست که طبقه کارگر این انقلاب انجام میده، تدریجی نیست بلکه در یک انقلاب قهرامیز طبقه مسلط باید به زیر کشیده بشه، تمام در واقع دم و دستگاه که بوروکراسی، ارتش و دستگاه دولت به اصطلاح سرمایه‌داری هست داغون بشه و بر بنیان این به اصطلاح جامعه ما میتونیم بعد بگیم که حالا چی شکل میگیره. طبقه کارگر با توجه به اینکه اکثریتش با هم متشکل باشه در انقلاب اجتماعی متشکل میشه، ما فکر میکنیم ایدئال ترین و درست ترین شکلش شوراهای کارگریه و شوراها مختص طبقه کارگر هستن، بهترین شکلی هستن که طبقه کارگر میتونه خودش رو متشکل بکنه و تصمیمات راجب جامعه را در شوراها و شورای سراسری بگیره. بنابراین چنانچه این مختصات همگی با هم نباشن،
این مختصاتی که میگیم، یعنی انقلاب اجتماعی کارگری، انقلاب اجتماعی پرولتاریایی که البته متحدینی دارن در جامعه همون زحمت کشان. اگر این نباشه به نظر من سوسیالیست پیاده نخواهد شد. اگر انقلاب قهرآمیز نباشه، این اون چیزی بود که من سعی کردم سوال اول بگم که ما هنوز داریم کسانی که طرفدار سوسیالیسم هستن، سوسیالیسم تخیلی قبل از مارکس نیستن، ولی سوسیالیست هایی هستن که با مسائل خیلی انسان دوستی، بدونه که اینکه به اصطلاح سرمایه داری ها بخوان به زیر بکشن و بورژوازی رو به اصطلاح در واقع دم و دستگاهش رو داغون بکنن، به سوسیالیسم برسن. بنابراین سوسیالیسم ما باید به اصطلاح سوسیالیسم که طبقه کارگر و کارگرانی که آگاهی طبقات دارن و میخوان نظام خودشون رو بیارن، باید این مختصات به اصطلاح بدونن و از قبل برنامه ریزی بکنن. بنابراین شوراهای کارگری در واقع باید به اصطلاح پایه های این جامعه رو قرار داده باشه. در این جامعه طبقه کارگر اقتصاد را برنامه ریزی میکنه. این اون چیزی هست که توی گرایشات دیگه و متاسفانه امروزه با توجه به وضعیت و عقب نشینی که طبقه کارگر و جنبش کمونیستی در مقیاس جهانی داره، متاسفانه تو بحثای خیلی از احزاب، سازمان‌ها و گرایشات سوسیالیستی حذف شده. بله. در بخش آخر به این گرایش نقدی اگر به گرایشات دیگه دارید، تو اون بخش آخر هم انجام میدید. اگر میخواید جملتون رو تکمیل کنید. بله. بنابراین این مختصاتی که من اشاره کردم این هست که رهایی جامعه انسانی به دست طبقه کارگر انجام میگیره. طبقه کارگر باید به اصطلاح جامعه فعلی در یک دگرگونی، در یک انقلاب اجتماعی به زیر بکشه و جامعه خودشو بر بنیان این در واقع ویرانه بسازه. بسیار بله. خیلی ممنون. خب رفیق ناصر، ما حالا از اون قرن 19 بگذریم که به هر حال نخستین اندیشه های سوسیالیستی از انواع و اقسامش در همون قرن 19 شکل گرفت، شاهد کمون پاریس هم بودیم که به هر حال دو ماه و اندی بیشتر طول نکشید. اساسا انقلابات کارگری سوسیالیستی و انقلابات توده‌ای رو ما در قرن 20 به ویژه بعد از در جریان جنگ جهانی اول از روسیه شروع شد و بعد به ترتیب در بسیاری از کشورها ادامه پیدا کرد. میگفتن زمانی این به اصطلاح اردوگاه سوسیالیستی، حالا صرف نظر که من یا شما به اون اعتقاد داشته باشیم اونها سوسیالیسم واقعی بودن یا نبودن، یک سوم کره ارض رو در اختیار داشتن، یعنی هم به لحاظ وسعت خاکی هم به لحاظ میزان جمعیت. شاید الان همه ما متفق القول باشیم که به هر حال همه اونا شکست خوردن. حالا 4 تا کشور باقی موندن یا 4 تا دولت که هنوز حزبی به نام حزب کمونیست در رأس حکومت هست و فلان اینا و ادعای هنوز سوسیالیسم دارن، کره شمالی، چین، ویتنام و کوبا، درست؟ حالا شما در با توجه به این که اگر قبول داریم این سوسیالیسم قرن 20 شکست خورده و الان ما در قرن 21 هستیم، برای اینکه در قرن 21 این سوسیالیسم مورد نظر ما به سرنوشت اسلاف خودش دوچار نشه و اون ناکامی ها ادامه پیدا نکنه، باید چه مختصات و مشخصاتی داشته باشه تا بتونه ادامه حیات بده؟ کلن سوسیالیسم مورد نظر شما چه مختصاتی داره در جمیع جهات؟ مشخصا سوسیالیسم مورد نظر ما هم باید بدیل جامعه سرمایه‌داری باشه و هم از تجربه سوسیالیسم های شکست خورده گذشته باشه و بتونه از اون تجارب استفاده بکنه برای راه‌های آیندهش. خب من اجازه میخوام خیلی کوتاه اشاره کنم که خب میدونین هسته اقلیت سال 66 از دل گسست های درونی که بین
گرایش مختلف اقلیت بود به وجود اومد. سه حوزه مختلف بود که مورد نقد اساسیش بود. یکی مسئله سبک کار بود، یعنی انتقاد به بوروکراسی درون ساختار، و از همه مهمتر اینی که اون دیدگاه های برنامه‌ای با مناسبات عملی پیوندهای مشترکی داره و تو اون مسیر طی بشه، نه برعکس. دومین نکتهش مسئله جوامع نوع شوروی بود که نقدی شد قبل از فروریزی شوروی به جامعه شوروی، و مشخص شد که اونجا گرایش های به جای به اصطلاح طبقه کارگر، تکنوکرات ها و بوروکرات ها قدرت در دست دارن، یه جامعه استثماری و سرکوبگرایانه است که توش آزادی های سیاسی نیست. و نکته مهم دیگرش مسئله استراتژی و انقلاب کارگری بود که اون هم گسستی بود از انقلاب های توده‌ای، مرحله‌ای، هر نوع دسته‌بندی که تو اون دوره بود. شاید مثلا بررسی کرد که با توجه به جنبش‌های ضد استعماری یا شرایط معین پیشا سرمایه‌داری و یا به قول به زبان اون روزه جوامع نیمه فئودال نیمه مستعمره، یا اسمی که روش بذاریم، با اونا میتونست اون دیدگاه‌های انقلابات مرحله‌ای برای خودش حرفایی داشته باشه. ولی خب بعد از این رفورم هایی که دهه 60 توی کشورهای مختلف صورت گرفت و سرمایه‌داری اکثرا گسترش پیدا کرد، ویژه تو عصر جهانی شدن، اصلا مسئله منتفی شده است. حالا اون سوسیالیست که ما فکر میکنیم چی بیشتر بعد اون دقایقش رو بشکافیم، به نظر من باید بیشتر اصلا منتقد خود جامعه سرمایه‌داری باشه. ببینید تو جامعه سرمایه‌داری وسایل تولید در دست یه اقلیت خاصیه، دولت، حالا یا با واسطه یا بی واسطه در کلیت خودش این طبقه رو نماینده میگیره. به خاطر همین مالکیت خصوصی بر وسایل تولید در مرکز به اصطلاح این برنامه ریزی و توسعه اقتصادی و سیاسی هر دولت سرمایه‌داری هست. شما هر جا که برید گوش بکنید میگن برنامه چیه، چقدر رشد اقتصادی میکنید، چقدر میتونی انباش رو گسترش بدی، و از این نظر به اصطلاح خودشون توضیح. بنابراین خب این اقلیت و بهترین حالتش در نظر بگیریم، کشورهای دیکتاتوری به کنار بگیم، اونجایی که دموکراسی لیبرالی هست، اونجایی که دموکراسی لیبرالی هم هست پارلمانتاریسم حاکمه. در پارلمانتاریسم هم فقط قوه مقننه هست که انتخابیه، مثلا بخش قضایی، بخش نظامی، بخش بوروکراسی اصلا انتخابی نیست، همه باید برن اونجا به اصطلاح اون سلسله مراتب رو حفظ کنن. حتی تو همون عرصه میبینیم که شکل نمایندگی که انتخاب میشه و به اصطلاح به قدرت سیاسی راه پیدا میکنه، نماینده این نیست که از طرف جامعه کنترل باشه، قابل عزل باشه، بلکه به قول شون پیتر میگه که اگر تو به یه نماینده رأی دادی، دیگه رأی سیاست رو اون تصمیم میگیره، تو برو خونه دنبال کارت باشه. یعنی من میخوام محدودیت های این جامعه رو بگم که اون سوسیالیست که ما فکر میکنیم در مقابل اینه چه خصوصیاتی باید داشته باشه. ما میدونیم که ساختارهای رسانه‌ای، رو بهشون میگن رکن چهارم به اصطلاح جوامع بورژوایی، اساسا یک ابر رسانه هایی هستن که توسط تراس های مختلفی اداره و کنترل میشن و به جهتگیری فکری و افکار عمومی، دقیقا رو جهتگیری فکری افکار عمومی تأثیرات تعیین کننده ای دارن. اینها یک ویژگی های معین یک دولت تو جوامع سرمایه‌داریه، به انضمامی که تو این جامعه همونطور که گفته شد اکثریت جامعه بنابر نیاز باید برن نیروی کارشون رو بفروشن، و نیروی کارشون رو در صورتی میتونن بفروشن که استثمار بشه. حالا دولت کارگری بدیل این دولت بورژوایی هست و از دل یک انقلاب اجتماعی بیرون میاد. ساخت سیاسی تو این دولت کارگری متکی به قدرت خودسامان کارگران و زحمتکشان و اشکال شوراییشه. منظور از اشکال شورایی این هست که هر آن نماینده
قابل فراخوانه. دولت چیزی فراسر جامعه نیست، بلکه در خدمت جامعه است. یعنی این سوسیالیسم که ما دنبال میکنیم فکر میکنیم باید این خصوصیاتی داشته باشه. نماینده ها قیم مردم نیستن، بلکه باید خدمتگزار مردم باشه. در رابطه با آزادی های سیاسی، اتفاقا باید آزادی های سیاسی تو جوامع به اصطلاح پیشرفته سرمایه‌داری و دموکراسی های لیبرالی فراتر بره. بحث ما این نیستش که اونجا آزادی های سیاسی باید محدودتر بشه به دلیل اینکه نمیدونم پرولتاریا میخواد تحت عنوان به اصطلاح برداشت غلط پرولتاریا رو که اون یه شیوه استبدادی در مورد اداره جامعه اغلب جا افتاده. برعکس، باید آزادی های سیاسی گسترشی یافته فراتر از این مسائل بره که قدرت های به اصطلاح پول و سرمایه نتونن آزادی های مردم رو به شکل به اصطلاح آشکار و پنهان دستکاری بکنن. نکات دیگه ای که همونطور که رفقا گفتن، خب از مسیر انقلاب میگذره. برنامه اقتصادی، برنامه باید دموکراتیک باشه، از پایین، یعنی هیئت هایی باشن برنامه ریزی دموکراتیک بکنن برای دوران گذار. اینا میتونن 10 تا هیئت باشه، 5 هیئت باشه از طرف جامعه انتخاب بشن، کسایی که میتونن برنامه بعد بریم برنامه ها به آرای عمومی مردم گذاشته باشه و اون آرایی که جامعه از طریق نهادهای خودگردان و خودسامانش تو محیط زیست و کار ایجاد میکنه بتونه به اصطلاح مسیر راه رو روشن کنه. ممکن عقب نشینی هایی باشه، پیش روی هایی باشه، اینا اون خصوصیات هست. منهای این ما فقط مناسبات سلطه طبقاتی رو نمیخوایم نفع کنیم، بلکه میخوایم اشکال مختلف سامانه های سلطه، مثل سامانه سلطه پدر مرد سالار، مثل حق ملت در تعیین سرنوشت خیش و رفع ستم ملی و انواع اقسام ستم هایی که ما میتونیم چیز بهش اتکا بکنیم و بگیم که اینا مانع پیشرفتی جامعه هست، مورد نقد و بررسی قرار میگیره و از اجزاء لاینفکل برنامه های دولت کارگری هست. اون چیزی که ما مد نظر داریم، این دولت روی ساخت سیاسی که دولت کارگری هست، بر سامانه های شوراهای محیط زیست و کار و تمام نهادهای جامعه انتخابی هم. فقط قسمت قانون گذاری نیست، بخش مربوط به قضایی از پایین به بالا قابل انتخابی و قابل عزل و نصب. بخش قضایی، بخش به اصطلاح نظامی، همه این نهادها از پایین میتونن انتخاب بشن، تحت کنترل قرار بگیرن و احاطه شوراهایی که تو این نهادها هستن بر سرنوشت انواع و اقسام نهادهایی که تو جامعه هست، این مورد نظر ماست. معمولا صحبت میشه که خب حالا سوسیالیسم شکست خورد دیگه بلند نمیشه و اینا. خب از نظر تاریخی نگاه کنیم ببینیم سرمایه‌داری قبل از قرن 19 هم دست کم 3 دهه حضوری داشته، دو قرن 19 هم گسترش پیدا کرده، تازه دموکراسی های لیبرالی بعد از جنگ جهانی دوم متحقق شده. خب تجربه سوسیالیستی هم همونه، بعد از شکست انقلاب اکتبر من معتقدم ما انقلاب کارگری دیگه ای نداشتیم. تو کوبا انقلاب شده ولی انقلاب کارگری نبوده از نظر من، حتی تو چین نبوده، توی ویتنام نبوده، یه انقلاباتی بوده علیه مناسبات ضد استعماری بیشتر با خصوصیات ضد سرمایه‌داری، اما هر کدوم از اینها به علتهای مختلفی دچار اشکالات بنیادی شدن. چین که گردش به سمت سرمایه‌داری کرده، ویتنام نمایشگاه چنین شرایطی نشون میده. در رابطه با کوبا خب تأثیرات انقلاب بوده، اینو نمیشه انکار کرد، تحریم چیزهای دیگه موانعی روش ایجاد کرده، ولی ساخت سیاسی رو که نگاه میکنیم همونه، یه حزبی میاد اونجا حاکمه و این به نظر من ربطی به سوسیالیسم نداره. خیلی ممنون.
خب البته ما به قول معروف میگن سر جنس زدیم، ولی درسته، یعنی شاید همه شما گفتید که این سوسیالیزمی که در قرن بیستم بود با اون خانش ها و قرائت هایی که به قرائت هژمونیک و تعیین کننده تبدیل شد به ویژه استالینیسم، خب نمیشه قرابتی میان اون و سوسیالیسم واقعی که فرض بگیر سیماش رو ما توی مانیفست کمونیست میبینیم و اینا ببینیم اینا، ولی خب اون انقلابات علارغم این که شکست خوردن و حکومت ها از بین رفتن به غیر از چهار کشور، دستاورد های رو داشتن، یعنی پس لرزه های اون انقلابات، یعنی الان اگر شما از آموزش رایگان، از درمان رایگان، از بیمه بیکاری، بیمه بازنشستگی، مسئله تلاش برای برابری زن و مرد، حق رأی زنان و بسیاری مسائل دیگه که دارن نونشو میخورن، اینا رو باید از دستاوردهای یعنی جنبش کارگری سوسیالیستی از جمله انقلابات و حکومت‌های دانست که به نام سوسیالیسم در قرن بیستم به اسلام حکومت میکردن. مسئله ما انکار اون دستاوردها و اون پسلرزه های مفید و مثبت نیست، بلکه حاکم کردن اون خانش و اون بدیلی از سوسیالیسم هست که در جمعی جهات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی بتونه جامعه هزار بار آزادتر، برابرتر، دموکراتیکتر از حتی پیشرفته‌ترین نظام سرمایه‌داری مستقر بکنه. خب البته بخشی هم رفیق حسن گفت که شاید یه سوال خوب بود این می بود که چرا سوسیالیسم مثلا؟ رفیق مینا، من سوال از شما، البته هر ناگفتی دارید در این 4-5 دقیقه آخر میتونید بگید، در این عالم بد نیست اینم بگید، مردم سوال میکنن حالا چه مرگتونه؟ سرمایه‌داری خوبه دیگه، هر کس که ارزه داره میلیاردر میشه، هر که ارزه نداره نمیشه، و چرا میخواید اینو از بین ببرید و فلان؟ چرا سوسیالیست هستی رفیق مینا؟ در واقع من بر اساس یه سری از تجربیات، چون انسان بر اساس اون تجربیات و اون دستاوردهایی که در مسیرهای مختلف در کشورهای مختلف ایجاد میشه و اون تجربیات، انتقال اون تجربیات بر اساس کتابهایی که هست، آرشیوهایی که ایجاد میشه و الی غیره، در واقع ما میبینیم که چه چیزی در جامعه به نفع اکثریت مردم هست، به نفع در واقع طبقه کارگر هست، به نفع اون طبقات محروم که در واقع ما طبقات رو وقتی که ما میگیم که این وقتی که طبقات وجود داره، ما از دوران بردهداری در واقع توی کتاب‌ها، حتی تو کتاب‌های بورژوایی، حتی تو کتابایی که در زمان دوران سلطنت پهلوی، حتی در این دوره، من حالا اینجا نمیدونم، از دوران بردهداری میگه که چه انسان‌های بلند میشن و برای اون وضع موجود در واقع چیکار میکنن؟ مبارزه میکنن. یعنی مثلا سر مسئله حق رأی برای زنان، در واقع همین شکلی بورژوازی در واقع تا از 70 سال قبل در واقع این حق و حقوق رو به زنان حتی تو کشورهای خیلی پیشرفته به اصطلاح امپریالیستی سرمایه‌داری نداده بود. تا 70 سال پیش در سوئیس در واقع حق رأی برای زنان وجود نداشت. و این رو شما وقتی که من فیلمایی رو در رابطه با اوایل قرن بیستم در واقع توی انگلستان میبینم که چگونه در واقع اینها استثمار میشن و چگونه در واقع توی کارخونه های ریسندگی، بافندگی و حتی شستشو که اصلا بوی صابون میاد و یکی از فیلم های بسیار معروفی الان که اسمش چیز هم. ولی این رو شما نگاه میکنید وقتی که ما به گذشته برمیگردیم، همیشه مبارزه طبقاتی بوده. پس این مبارزه طبقاتی در واقع ما رو به اینجای میکشونه، به این که در واقع در 3 قرن یا 4 قرن، اگه از قرن 16 هم در واقع سرمایه‌داری رو بگیریم که اون موقع سرمایه‌داری، اگر الان ما 8 ساعت کار داریم، اون موقع 18 ساعت یا 16 ساعت ساعت کار در واقع بیگاری و بردگی برای همه طبقه تهیدستان بوده و طبقه کارگر بوده. پس در مبارزات سیاسی و اجتماعی و کاری که مارکس در واقع میکنه در کتاب کاپیتال، در واقع ما بعد از اون، من در میخواستم ببینم که این
گفتمان در واقع بورژوایی در مورد مارکس چی میگن. در واقع بی بی سی رو شما نگاه کنید، اصلا اونجا میگه که قانون کم کردن ساعت کار، در واقع ارزش اضافی که حالا اون به اون زبان نمیگه، در واقع این استثماری که داره انجام میشه و سرمایه‌داری میگه آره من دارم به تو حقوق میدم که تو زنده بمونی، در صورتی که کارگری که داره اون ارزش رو ایجاد میکنه و الی غیره. یعنی چیزی که در واقع توی مبارزه طبقاتی هست توی سالیان سال نشون داده شده که بایستی طبقه ای که به زیر کشیده شده و این حقش نبود، حق همه مردم اینه که آزاد زندگی کنن، تمام منابع، تمام منافع و تمامی چیزهای اقتصادی سیاسی همه اینا باید تقسیم بشه. اون کارگر و اون کارفرما در واقع باید به طور برابر سهمی بگیرن. ولی ما میبینیم که الان در دنیای سرمایه‌داری که الان بالاترین سهمش هست و امپریالیست‌ها الان در حال حاضر به جون هم دیگه افتادن، نشون میده که ما چیزی به جز اون چیزی که مارکس مطرح میکنه تغییر وضع موجود نداریم. چیزی که شما مطرح کردین که آیا در سوسیالیستی که من مطرح میکنم، ببینید وقتی که ما میگیم دیگه منافع اقتصادی وجود نداره، دیگه پول وجود نداره، دیگه دستمزد وجود نداره، دیگه اون دیوان سالاری و اون تمام اون چیزهایی که ما در دولت کارگری در واقع بهش نگاه میکنیم اینا وجود نداره، در واقع سیستمی که ما مبارزه کردیم برای 3 دهه مبارزات ضد سرمایه‌داری، شاید هم چند دهه باشه، در رابطه با مسئله زنان، در رابطه با محیط زیست، در رابطه با مسئله تهی‌دستان و کارگران، چیزهای مختلفی که هست، حقهای مختلفی که هست، من به نظر من ما بایستی در این دوره، در الان که ما وقت داریم، ما وقت لازمی داریم که الان که بخوایم که مسئله لغو مجازات اعدام رو از الان در برنامه کارمون بذاریم، از الان بخوایم که در رابطه با مسئله ساختار شورای که رفقا به خوبی اون رو ترسیم کردن وقت بذاریم و برای رهایی زنان و لغو مجازات و اون سوسیالیسمی رو که مطرح میکنیم. یعنی ما بایستی از باز من برمیگردم به اون سوسیالیسم متکی به روش مارکس که توی جنبش های چند دهه الان در واقع در تمامی این جنبش های کارگران، زحمتکشان، زنان، محیط زیست، برای من همه اینها در واقع یک جنبش ضد سرمایه‌داریه. ما باید متکی به این جنبش ضد سرمایه‌داری باشیم. خیلی ها میگن آره چیزی که فقط آخرین چیز که آره مارکس مطرح میکنه این صورتبندی هست و بعد از سرمایه‌داری سوسیالیسم، نه اصلا نیست، یعنی نه که این نباشه، این به خاطر نبرد طبقاتی و مبارزه طبقاتی و درست حرکت کردن تمامی اون کسایی که بایستی برن و در اون در نبرد طبقاتی و در اون پرکتیک انسانی بتونن اون ماشین های قدرت رو سرنگون کنن و بتونن اون درس ها و دستاورد های کمون پاریس و انقلاب اکتبر رو که ما به پیشاهنگ انقلابی اعتقاد داریم، ما نمیتونیم شورا رو فقط بگیم، ولی این پیشاهنگ انقلابی به اضافه حالا بسیاری از کسانی که به عنوان رهبران یا به عنوان نیروهای سیاسی چپ و کمونیستی در جهان و ایران هستن، در پروسه انقلاب به دست گرفتن قدرت شورایی و به مثابه اینه که بتونیم حکومت رو و دولت سرمایه‌داری رو یکی پس از دیگری در شکل‌های ناسیونالیستی از بین ببریم و دنیای سوسیالیستیم رو برقرار کنیم. خیلی ممنون. رفیق حسن، در جهانی زندگی می‌کنیم، خود آمارهای رسمی نهادهای بین‌المللی میگن 1 میلیارد گرسنه، یعنی به طور روزانه با گرسنگی دست و پنجه نرم می‌کنن، بیش از 300 میلیون کودک کار داریم و بعد تریلیون ها دلار هر سال صرف جنگ افزار و جنگ افروزی و پشت و کشتار داره میشه، همین روزا در جلوی چشم ما داریم میبینیم. دودش هم فقط به چشم مردم اوکراین یا روسیه نمیره، بلکه قراره که به چشم همه مردمان جهان، به ویژه کشورهای
موسوم به جهان سوم هم بره، یعنی قرار قیمت گندم و روغن آفتابگردان و انواع اقسام سوخت میره بالا و رفته بالا و تقاضاش رو مردمانی که در آفریقا یا آمریکای لاتین یا آسیا یا هر نقطه از جهان هستن باید پس بره. خب این نظام جهنمی همه بلایای سر ما آورده، ما میخوایم در جستجوی بدیلی هستیم برای اون. شما در بخش دوم بخشهایی از اون سوسیالیسم مورد نظر خودتون توضیح دادید، باز اگر ناگفته هایی باقی مونده هر جنبندهی دارید میشه. خب رفارش، همین نکته که گفتین، ببینید من بر همین اشاره کردم که ما بایستی، ما نمیتونیم در واقع تاریخ 150 سال پشتوانه که داریم و بگیم که در واقع جنبش سوسیالیست نمیتونه بگه که ما 150 سال این بود این بود. متاسفانه الان سایه سنگین شکست و زیر سوال رفتن کلن سوسیالیست ما با این پدیده روبرو هستیم. بنابراین کمونیستا، سوسیالیستا و کسانی که برای جامعه بهتری تلاش میکنن، عمدتاً ما شاید باید به همین پایه‌ها برگردیم و توی تبلیغ و ترویج که تو جامعه میکنیم سوال این بکنیم که چرا سوسیالیست؟ چرا ما سوسیالیست هستیم؟ ما نمیتونیم فکر کنیم که بله ما الان کلیمون مسائل رو گفتیم یا احزابی گفتن یا در واقع حکومت‌هایی گفتن، انقلاباتی گفتن و پشت سر بذاریم. من فکر کنم این جوری نی و به ویژه الان تصور بکنیم از این جملاتی که قبلا گفته میشد در واقع بربریت یا سوسیالیست، تقریبا 100 سال میگذره ما به عینه باش روبرو هستیم. یعنی الان تو قرن 21 ما بیشتر مواجه هستیم با بربریت و همونجور که تو گفته خودتون بود که تازه تا اینجای قضیه، این که این جوامع به اصطلاح سرمایه‌داری امروز با این بحران‌های عظیم روبرو هستن، از محیط زیست گرفته تا اقتصاد گرفته تا عرصه‌های دیگه. اگر مسائل به دست سرمایه‌داری باشد، فجایع باز هم بیشتری به اصطلاح به دنبال خواهد داشت بدون شک. بنابراین من چون مارکس گفته سوسیالیست، سوسیالیست نیستم، من از شرایط واقعی خودم و الان شما مطرح کردین، ما معمولا تو اعلامیه گفته ها تبلیغات نظر که میان میدیم هی راجب سبد در واقع خرید طبقه کارگر توی ایران صحبت میکنیم و توی جوامع چید نرفی قارش، ما الان تو سبد خود سبد خرید خودمون باید چیز بکنیم. درآمد ما الان به نسبت دو ماه سه ماه پیش دو سوم شده. دقت بکنید تو اروپا، من توی آلمان، یک کشور جزو کشورهای خیلی خیلی مثلا، مسئله جوامع امروزی با این مشکلات ما روبرو هستیم و بنابراین مسئله از پایه باید ما مثلا شروع بکنیم. من چرا سوسیالیسمم؟ چون سرمایه داری به ادامه سرمایه داری بربریت محض و فجایع به اصطلاح زنجیره‌ای که از فجایع انسانی گرفته، از مهاجرت ها گرفته، از محیط زیست گرفته، از مشکل آب گرفته و غیره. در واقع سیستم امروزی که سرمایه‌داری هست این بهتر نخواهد شد، نشون داده بهتر نخواهد شد، روز به روز به ضرر به اصطلاح اکثریت جوامع یعنی طبقه کارگر و زحمتکشان مرتب سیاست ها و به اصطلاح استراتژی که دنبال میکنه علیه اینا هست. بنابراین من خواهان این هستم که این سیستم ها بر بندازم مثل تمام فرودستان تمام داری. از اینجا هست که بعد سوال میکنم خب بعد از این جامعه چیه؟ بعد میگم سوسیالیسم. حالا این سوسیالیسمی که در واقع من طرفدارشم باید مشخصات داشته باشه که سرمایه داری نداشته باشه، استثمار نباشه درش، عده معدودی مالکیت و به اصطلاح تمام ثروت جامعه رو در دست نداشته باشن و اکثریت جامعه از امروز به فردا
در واقع خانه دستمزد باشه و اینکه رزق و روزیش از کجا برسه، چه فردا دوباره بره نیروی کارشو بفروشه به سرمایه دار. از اینجا هست که من مثلا نفی میکنم این جامعه موجود را و جامعه یا تو چشم انداز تو افق خودم تصویر میکنم، ترسیم میکنم که دارای مثلا یک جامعه انسانی بر یک پایه درست، استثمار انسان از انسان نباشه، تبعیض درش نباشه، نابرابری نباشه، آزادی های وسیع اجتماعی باشه و غیره و غیره. اینها هست که ما رو در واقع میتونه توی جامعه از وضعیتی که امروز جنبش کمونیستی و سوسیالیستی و طبقه کارگر جهانی دوچار عقب نشینیش کنه در واقع به جلو برونه. ما مثلا این توضیحات باز باید بدیم. من فکر میکنم مثلا نوع کار سیاسی ما باید یک تغییراتی بکنه از حالت عادت و بحثای مثلا که فکر میکردیم 100 سال 150 سال تمام اینا رو به جامعه توضیح دادیم، به طبقه کارگر توضیح دادیم. اینجوری نی طبقه کارگر اگر در برابر وضعیتی که قرار گرفته میدونه که افق بهتری در مقابلش نیست مگر اینکه بلند شد انقلابی دگرگونی در جامعه ایجاد بکنه و در واقع دنیای بسازه که این دنیا خواستا، نیازا و مطالبات اکثریت جامعه را جواب بده و با این کار مثلا جامعه انسانی از یک مرحله مثلا این چنینی به یه مرحله پیشرفته تری گذار کنه. خیلی ممنون رفیق ناصر، صحبت‌های پایانی شما را می‌شنویم. به هر حال ما کمونیستا که دیندار نیستیم، یعنی یه چیزی که دین مقدسی که احکامش الهی و ابدی و ازلی هست و اینا، به قول لنین میگفت مارکسیسم شریعت خشک جامد مقدس نیست و نمون عمل علمی برخورد میکنیم. واقعیت اینه که در دوره مارکس هم بسیاری از مسائل برای خود او هم ناروشن بود، به ویژه مثلا اهمیتی که الان انقراض کره زمین داره. درسته مثلا مارکس اون دوره گفته بود که سرمایه‌داری علاوه بر غارت بشریت طبیعت هم غارت میکنه، ولی هیچ ایده‌ای از پدیده گلخانه کره زمین نداشت و اصلا کشف نشده. دانشمندا هنوز این پدیده به اصطلاح مخرب گازهای گلخانه‌ای بر نابودی زمین رو کشف نکردن. خیلی مهمه مثلا سوسیالیسم دوره کنونی عمیقاً انوایرمنتالیست و به طبیعت و حفظ کره زمین و اینا اهمیت بده، درکش رو از فمینیسم و برابری زن و مرد تعمیق بده، حق گرایش جنسی، دفاع از حقوق همجنسگرایان و آزادی ها و بسیاری از مسائلی که مطرح است و نحوه عملکرد اقتصادی و رابطه دولت با جامعه و فلان اینا باید در جمعی جهات اصطلاح چی بده دوچار تعبول بکنه. ولی به هر رو چرا شما سوسیالیست هستی و هر ناگفته‌ای که باقی مونده؟ ببین اگه اینجوری بپذیریم که کمونیسم یه جنبش واقعیه که وضعیت امور رو ملغا میکنه، خب پیشینه ای داشته، دستاوردهایی داشته، این دستاوردها بخشیش که آلام هست ما میبینیم، همطور که خودتون اسم بردیم، مسئله بیمه های اجتماعی، آموزش همگانی که همه رو دارن میزنن، میبینیم فرصت دستشون بیاد دست میبرن توش. حتی آموزش رو دیدیم، سیاست های نولیبرالی چجوری پولیش کرد، مثلا بیمه های بازنشستگی میبینیم با این سیاست هایی که الان داره پیش میره و این شرکت های بردگی مدرنی که به عنوان شرکت های پیمانی معرفت هستن، میگن صندوق بازنشستگی خالی، چند تا آمار هم میذارن جلو، تو هم باورت میشه که مثل که اینطوریه، ولی نمیگن که اینقدر تو کار پاره وقت و نیمه وقت رو پیش بردی که اون صندوقه خودتون خالی کردین، عجیب کارگر بیکارش کردین، به شرایط معیشتیش تعرض کردین. ببین من وقتی که فکر میکنم میبینم که مثلا من که الان اینجا نشستم باید فردا صبح فکر کنم که چه باید بلندشم برم سر کار، یعنی حتی با وجودی که تو محیط کار نیستم اون سلطه داره به من دیکته میکنه که کی بلندشم، کی برگردم،
کی میتونم با دوستم قرار بذارم، اگه مریض بشم تکلیفم چی میشه. همه این نکات رو شما ببینید تو عرصه‌های مختلف کره زمین. حالا ما داریم در مورد، من دارم در مورد آلمان صحبت میکنم، ولی شما در نظر بگیرید که این جمعیت چند میلیاردی با چه مصائبی از دست این ساختار اجتماعی روبرو هست. با وجودی که جهان گسترده تر شده، سرمایه حرکت جهانی تر شده، می‌بینیم مصائبش بیشتر شده. دو تا جنگ جهانی داشته با میلیون ها کشته و الان می‌بینیم رشد میلیتاریسم، رشد به اصطلاح شرایط جنگی، چقدر جنگ های منطقه‌ای رشد پیدا کرده. همه اینا نشون میده که خب من دارم برای اگه بخوام زندگی خودم رو بهبود ببخشم، باید با این ساختار و پیامدهاش مبارزه بکنم. اون چیزی که تجربه من نشون میده اینی که تو جامعه‌ای که استثمار هست، برای اینکه ساختار استثماری رو در هم بشکنی، چیزی برتر از سوسیالیست حالانی به اصطلاح شناسنده نشده به جنبش ها. و از همه مهمتر، همونطور که خودتون گفتین، رفاهای دیگه تاکید کردن، این تخریبی که محیط زیست داره میشه. ببینید ما فرض بکنیم حزب سبز ها اینجا شکل گرفت و اساس همین محیط زیست شکل گرفت و اساس به اصطلاح مرده با جنگ شکل گرفت، الان خودشون تبدیل شدن به بورژوازی اکولوژیک. میگن مهم نیست که اونجوری نشه، ولی مثلا سرمایه داری بیاد بره تو بخش چه میدونم نوعی از انرژی که با محیط زیست سازگار باشه. مدعی مخالفت با جنگ بودن هفته گذشته، اصلا اومد گفتش که من نمیدونم، این خانوم بیر با اومد گفتش که من نمیدونم چرا اوکراین رو دست تنها گذاشتن نظر نظامی. یعنی ببینید اینا واقعیت هایی که در مقابل ما قراره، این سیستم دیکته میکنه. شما در نظر بگیرین یه جنبش یونان علیه این سیاست های مالی شدن و بدهکاریش و اینا، مردم به چه مصیبت، چقدر بازنشسته ها خودکشی کردن. یه حزب درست شد دیگه، حزب حالا که هممون میشناسیم، تو پرتغال شد، اونجا شد. ولی شما وقتی میری با این سیستم، این سیستم قواعد خودش رو به تو دیکته میکنه، تو ساختار خودش جذب میکنه. و همه این باز نشون میده که یه استراتژی انقلابی میتونه به اصطلاح مسیر راه روشن کنه. شاید ما نبینیم، من نظر تجربی بگم، من نسل من، حالا ببینید ما دوره شاه دیدیم، انقلاب دیدیم، شکست انقلاب دیدیم، فضولیزی جوامع شوروی دیدیم، دو مرتبه بحران های عظیم سرمایه‌داری دیدیم، تخریب محیط دیدیم. اما یه نظر چرا میتونه ببینیم تو همین دوره که ما دیدیم این به اصطلاح بالانس ها و حرکت هایی که انجام شده، متاسفانه با شکست اون تجربه هایی که عملا شکست خورده بود، جنبش سوسیالیستی و جنبش طبقه کارگر الان تو موضع تدافعی هست و امیدواریم شرایطی به وجود بیاد که از این حالت عبور بکنه و بتونه سرمایه‌داری رو تو جنبه‌های مختلفش به چالش بکشه. خیلی ممنون. برو رفقا هم گفتن یه زمانی ما میگفتیم یا بربریت یا سوسیالیسم، الان باید متاسفانه بگیم که اوضاع خرابتره، یا حفظ کره زمین یا نابودی کره زمین. و تو همین دو سالی اخیر هم دیدیم به دلیل تجاوز سیستماتیک الگوی توسعه اقتصادی نظام سرمایه‌داری به محیط زندگی طبیعت و جانوران، شاهد شکل‌گیری ابر ویروس هایی بودیم که همین بحران کرونا جان 6-7 میلیون رو رسما خودشون میگن در عرض این دو سال گرفتن، که بخشاً ناشی از عدم حمایت کافی بهداشتی هم اقتصادی دولت های سرمایه‌داری از مردمان و شهروندان خودش بوده و اینا، و این فاجعه روز به روز بیشتر خواهد شد دیگه. بنابراین اگر میخوایم کره زمین هم طبیعت هم جانوران هم بشریت حفظ بشه، نیاز به یک سوسیالیسم آپ تو دیت شده که به قول معروف درس گرفته باشه از ناکامی‌ها و شکستاش، عمیقا شورایی، دموکراتیک، آزادی خانه، برابری طلبانه، طرفدار سرسخت حفظ محیط زیست،
و حقوق همه اقلیت‌ها، هم از جنسی تا ملی و قومی و غیره. به امید چنین جهانی درود می‌فرستم به هر سه عزیز که در این میزگرد حضور داشتید. ما این میزگرد را باز هم با فعالین دیگری از جنبش چپ ادامه خواهیم داد.